بعد از شیشتایی کردن، استقلال دوباره به هوادار رسید. هفته ششم لیگ برتر، جدال نکونام و محمود فکری، جمعه 28 مهر ماه ساعت 18 در ورزشگاه آزادی. استقلالی که به دنبال حفظ صدرنشینیه باید به جدال هواداری بره که در 6 بازی خودش فقط یک برد رو تجربه کرده و استقلال نکونام هم در 5 بازی خودش همه رو جز اون بازی حاشیه دار با سپاهان برده و با 12 امتیاز در بالای جدول قرار داره. تا الان استقلال 6 گل رو تو بازیاش به ثمر رسونده، 1 گل رو هم دریافت کرده، ولی هوادار در ازای 3 گل زده 5 گل خورده داره. اگه تا اینجا ویدیو اومدید لایک یادت نره و اگه به تاریخ باشکوه، اخبار و حواشی تیم استقلال علاقه‌مندی، اون دکمه سابسکرایب رو هم فشار بده و زنگوله رو هم بزن تا اگر پستی گذاشیم اولین نفری باشی که مطلع میشی. اتفاق خاص و نکته جالب این بازی حضور هواداران استقلال بعد از مدت‌ها، مخصوصا هوادار خانم که قطعاً حضور هواداران به شور و هیجان بازی اضافه میکنه. یکی از حیدریا قاضی جدال نکونام و فکری، بیژن حیدری با کمک های سید یعقوب حجتی و محمد عطایی مسافه استقلال و هوادار رو قضاوت میکنن. استقلال و هوادار کلن تا الان 4 بار به مسافه هم رفتن که هر 4 تا بازی به نفع استقلال به پایان رسیده. به یاد موندنی ترین این تقابل ها قطعا آخرین بازی دو تیم بود. ساکت الهامی که جلو استقلال باخت نمیداد، تو اون بازی تیم 6 تا از استقلال خورد و سید حسین حسینی هم تنها گلش رو برای استقلال تو همون بازی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. جواد نکونام تو کنفرانس خبری از حضور هوادارا ابراز خوشحالی کرد، ولی گلایه هایی هم داشت، مخصوصا از زمین تمرین و در واقع این ورزشگاهی که برای استقلال قراره حاضر بشه، حالا خارج تهران و اینجور مسائل. از طرفی هم سرابیان اعلام کرد که برای رسیدن به این بازی مشکلی نداره. ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با هوادار: حسینی، مرادمند، چشمی، جلالی، هردانی، نیکنفس، رضاوند، مهدیپور، یامگا، سلمانی و ارسلان مطهریان. با توجه به شرایط دو تیم در حال حاضر انتظار میره که استقلال با اختلاف بیشتر از یک گل بازی رو برنده بشه. پیشبینی من 2-0 یا 3-0 به نفع استقلاله. حالا به نظر شما بازی چند میشه؟ میتونید حدس بزنید در واقع کیا هستن که این گلار به ثمر میرسونن؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره و اگه میخواین با گوشه ای از تاریخ غرور انگیز استقلال آشنا بشین، بهتون پیشنهاد میدم این ویدیو رو سفر رو برید و تماشا بکنید. سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.